به نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه عزیزان بیننده به برنامه کاوش با من کریم ابراهیمی خوش آمدید اتحادیه خبرنگاران به عنوان یک نهاد سنفی نقش مهمی در دفاع از حقوق و منافع خبرنگاران و رسانه ها ایفا می کند این اتحادیه معمولا با هدف ارتقای کیفیت روزنامه‌نگاری در افغانستان ایجاد فضای امن برای فعالیت‌های رسانه‌ای و موارد مهم دیگر مرتبط به فعالیت های رسانه ها و خبرنگاری تأسیس شده است. با توجه به این همه مسئولیت ها و مکلفیت های در حوزه رسانه ها و خبرنگاری اتحادیه خبرنگاران کشور آیا به تمام موارد یاد شده رسیده کرده است؟ از سوی دیگر اعتراضات خبرنگاران اخیر هم هر از صورت می و وجود دارد. خبرنگاران چه میخواهند و این طرف اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان مصروف چی هست؟ برای پاسخ به این همه پرسش ها و نگرانی های موجود اینجا در استیدو با جناب آقای حجت الله مجددی رئیس اتحادیه خبرنگاران آزاد کشور را با خود در استیدو داریم و بیشتر گفتگو خواهیم کرد جناب آقای مجددی به برنامه, برنامه بسیار خوش آمدین و خسته نباشین تازه هایی از آدرس اتحادیه جنوناسان آزاد افغانستان که مسئولیت از او مستقیم به احده شما برمیگردن چی هست و شما اخیرا مصروفی چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي نحوست همه توفیح حضرت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما و بیننده های برنامه کاوش تلویزیون ملی افغانستان تقدیم میکنن علیکم السلام امید ورسم ک همگی له با صوفیت در تن داشته وشن خاصتا هم مسلکای ما اگر اجازه ما یک اندازه به گذشته و از آغاز تحول و کار متفاوتی را که ما پیش بردیم از آغاز کنیم میروانیست بعد از اینکه تحولی که در افغانستان رونما گردید و امارت اسلامی حاکم شد قبل از زی نهادهای زیاده داشتیم شما هم شاهدش بودین <applause> در این روزها همه نهادها ها بسته شدن و تلفن ها خاموش شد و تنها نهادی که روی صحنه ماند و در کنار خبرنگار و رسانه افغانستان ماند اتحادیه جنرالستان آزاد افغانستان که قبلا به نام انجمن جنرالستان آزاد افغانستان بود <applause> ما باید به با هر مشکل خبرنگار رسیدگی کردیم، به هر رسانه سر میزدیم و اونا را از دوام کارشان اطمینان میدادیم بعد از مدت دو سه روز یک کمیته ایجاد شد نظر به تقاضای ما کمیته مشترک حکومت و خبرنگاران که دو نفر از رهبری یک تن از کمیسیون فرهنگی آقای وسیق صاحب که قبلا رئیس رادیو تلویزیون ملی بودن و فعلا رئیس المپیک هستن از بخش نظامی یک تن و ما به نمایندگی از خبرنگاران کار آغاز کردیم بسیار مؤثر بود بعد یک نشست وزارت داخله ترتیب کرد بین آمرین حوزه و مسئولین نهادهای رسانه‌ای خبرنگاران این یک مسئولیت بسیار خوب خود داشت به صورت این کار این وقتی بود که باید به با مسائل مسئولیتی خبرنگارا پرداخته می شد در عین زمان یک تعداد از بیش از پینجا شست نفر تا نوات نفر از خبرنگارای ما که در دوران جنگ از ولاد بجا شده بودند یا حداقل توان امیر نداشتن که پس به ولایت خود برگردن ما به حمایت فدراسیون جهانی تانستیم که اینا را یک اندازه حمایت مالی کنیم که اینا پس به ولایت خود برن یک تعداد با فامیل بود یک تعداد بدون فامیل یک yes. بحث جایگاه جامعه رسانه در جهان بود که خوشبختانه ما تانستیم بعد از 18 سال عضویت ناصر ناظر فدراسیون جهانی ما عضویت دائمی فدراسیون جهانی را بگیریم که <applause> یک در حالی که در بعض جایا ما عقبگرد داشتیم مگر در دا این بخش ما یک پیشرفت خوب داشتیم و نتیجه بعدا نهادهای دیگری هم دوباره فعال شدن و با هم یک جای کار کردیم وزارت اطلاعات فرهنگ همکار بسیار خوب بود و همه بخشایش تلاش میکردن تا زمینه کار خوب برای جامعه رسانه فراهم بسازند که کمیسیون تخطی ایجاد شد او هم معصریت خود داشت برای اطمینان خاطر خبرنگاران که هرگاه اگر مشکل برای خبر پیش می او از مجرای کمیسون باید که ارگان های مختلف زیرب دخیل هستند عضویت از دارن تحت ریاست وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ موضوع دسترسی به اطلاعات یک معضل بسیار بزرگ بود مرکز رسانه های حکومت در این راستا اقدامات بسیار خوب و را انجام دادن یک همه بسیار خوب بین سخنگویان و رسانه ها وجود و وجود آمد و بعد که وزارت اطلاعات فرهنگ یک ریاست به نام کمیسیون ریاست دسترسی به اطلاعات ایجاد کرد که اخیرا ما میبینیم برنامه های و سطح زون برنامه های بسیار موثر نشست بین سخنگویان و مسئولین رسانه ها برگزار میکنند که خیلی موثر است و ما ازش استقبال میکنیم وزارت داخل یک ابتکار بسیار خوب دگری را برای انداخت مسئولین رسانه ها، مسئولین اطلاع دیهی یا اطلاع رسانی خود از سخنگویان و ولایات قمندانی های امنیه و جز تامای وزارت داخله را به چهار روز کابل خواستند تراست استادا و ترنرهای بسیار خوب در قسمت اطلاع دهی و نحوه اطلاع دهی و این مسائل و هماهنگی یک برنامه گرفتند که پس در برگشت به سخنگویا بسر موثر بوت مو نه توي مسر موثر شديدې او يک سلسله موارد بهود کې روغتودده د قسمته ارتقای ظرفیت مو د سالو گذشته به حمایت یونسکو حدود 400 تن از هم مسلکای خود کې بشترش مدیرای رساناس در ژوندای مختلفه افغانستان در قسمته مدیریت بحران که رسانه های ما در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی روبرو شدن گاهی در قسمت دسترسی به اطلاعات هم که مواجه میشن این دو بخش است که رسانه از تغذیه میشه و مدیرای رسانه چطور از این بحران کار کنن و رسانه را از, از این وضعیت بکشن بسیار خوب شما بیشتر از در مورد فعالیت های سه ساله حاکمیت امارات اسلامی هم صحبت کردین اساسی ترین کارهایی که منظور می است که دمی آخر صورت گرفته باشه که به عنوان یک, 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 یک کار بسیار اساسی که شما در ی آخر انجام دادین چی است مشخصه ما وظیفه ما همونطور که شما در مقدمه هم بیان کردین دادخواهی و ارتقای ظرفیت جامعه رسانه است که بعد د تحقیی کوم د تحقیی ما نتیجه بسیار مثبت و موثره شومسته که ریاست د سوسیبات لو تجارت شده او کمیستون رسدګی به شکایت و تخلفات رصنی هر سال از سال دگر بهتر او قوي تر میشه و یک دیدګاهی که در بخش مالی رسانه های ماده 4 بوده در بیرون یک دیدگاهی وجود داشت که رسانه های آزاد در افغانستان اینا لاویگر برای امارت هستند تمام کمک ها بالای رسانه ها بند شده بود ما سال گذشته یک کنفرانسی که در بیرون وجود داشت و جنهاد های مختلف حضور داشتند ما تانستیم امی یک امی آیدیا یا امی انگیزه را دور کنیم که حتی اعلان پولیو از رسانه ها گرفته شده بود دیگر مسائل که برنامه و پروژه ویگه پا میدادن کاملا متوقف شده بود ای از موارد است که پس امو جریان کمک ها به جامعه رسانه افغانستان از سر گرفته شد و اخیرا ما یک کنفرانس دیگه اشتراک کردیم چهار تن از مدیران و از خبر از گویندای رسانای افغانستان اوج اشتراک کردن در پنلا یک دیدگاه منفی که در قسمت رسانای افغانستان وجود داشت دوباره ای را ها را اونجا بیان کردن ذهنیت ها باز شد و آنچه که واقعیتی که بود در مورد وضعیت رسانه افغانستان اونجا بیان شد و وعده های داده شد یک نکته را می میخوایم وضاحت به که وقتی که ما میگیم که ما کار میکنیم برای بهتر شدن وضعیت مالی این به معنی از این نیست که ما برای خود و برای نهاد خود و برای اینکه مسائل مالی برای خود ما باشه ما فقط برازیب کار میکنیم که ذهنیت برازی آماده بسازیم که بر رسانه های افغانستان و بر خبرنگار افغانستان کمک شد این به این که این کمک ها مستقیم بر ما بیاید وقتی که ما این ذهنیت ایجاد میکنیم باز او از های خود نهادها با رسانه ها تماس میگیرن و هر رقم کمک و هر طریقی که داشته باشه از طریق نهادهای بین المللی مثل مثلا امروز یونسف بیشترین اعلانات سیهی و تعلیمی و مسائل بر رسانه افغانستان میده که از اولا رسانه ها تغذیه میشن یونسکوز نهادهای مختلفی هست که در این راستا کار میکنن و ما زمین ساز از میشیم که در بیرون ذهنیت آماده بسازیم تا از این مجرا کمک باشیم باشند تیم چهار نفری به شمول شما که پنج نفر میشد به کشور بلژیم به خاطر اشتراک در فدراسیونی بین المللی خبرنگاران اشتراک کرده بودیم مشخصاً مشخصا به چه منظور این فدراسیون دایل شده بود و شما دعوت شدین شما دعوت شدین از در فدراسیون جهانی خبرنگاران و مبحث اساسی این فدراسیون چی بود روی کدام موضوعات بیشتر صحبت کردیم بله دلچسپی ما اوجه ای بود که ما مشکل مالی را که در دا افغانستان داریم باید به این پرداخته شود ما همیشه ابراهیم سیب اگر در داخل افغانستان با نهادهای بین المللی جلسه داشتیم یا در بیرون افغانستان تاکید ما بر عزیز که و واقعیت هم امیس بحث مسئولیت خبرنگارا که فضل خدا افغانستان بعد از چند ده ها در وضعیت قرار گرفته که خبرنگار جان خود از دست و خبرنگار مجروح نمیشه و خبرنگار هر وقت و هر لحظه که خواسته باشه از یک سر افغانستان به دیگه سر افغانستان سفر کرده میتونه بس دسترسی به اطلاعات هم ما و اگر کدام اتفاقی هم مفته ما بجای از که موضوع را با نهادهای بیرون از افغانستان یا های بین المللی مطرح کنیم ای برای ما و برای مسئولین در امارات این راحت است که زبان یکی دیگه خود خود ما میفهمیم و با مشکل بپردازیم خصوصا همین کمیسیون تخطی بر ایجاد شده در یک سطح بالا از همه ارگان است اون نه. مسائل ما در مطرح میکنیم و از اون طریق پیگیری میکنیم و نیاز هم نمیبینیم که در کسی برای ما جلسه بگره یا کنفرانس بگره بحث مالی برای ما مهم بود اه ما اه اه ترهای دوجه داشتیم و بیشتر هدف فدراسیون جهانی هم امی مسائل بود چون باید به این مسائل پرداخته شد و مشکلات مالی خبرنگار و رسانه افغانستان ما وضعیت بد جامعه رسانه ای را برشان بیان کردیم ما در سال قبل از تحول ما بیش از 600 رسانه داشتیم نزدیک به 12 هزار کارمند رسانه ای, ای کار میکرد مگر فعلا نزدیک به پنج هزار کارمند رسانایی داریم بخش زیادش ممکن کشور ترک کرده باشه یک تعداد کشور ترک کرد و یک تعداد کار خود از دست داد چون یک تعداد رسانایی ما به دلیل مشکلات اقتصادی مزدود شد و یک تعداد و, یک تعداد هم تعداد کارمندای خود کاهش دادن و ای که تعداد کارمندار هم کاهش دادن ماششان هم همزمان کاهش دادن مثلا ما امی یک تعداد رسانه ها را میبینیم های ها که در دوره جمهوریت به یک هزار و دو هزار دلار ماش میگرفتن مگر امروز به یک ماش بسار کم اونا کار میکنن به میشکل شکل در خبرنگار و کمرمین و همه کارمند تخنیکی و همش این مشکلات وجود داره و از این پنج هزار کارمند رسانه برای شما میگم نزدیک به نصف ازی خصوصا در ولایات رسانه محلی افتخاری کار میکنن بسیار کم در رسانه محلی خبرن... کارمنداش ماش دارن این وضعیت و وضعیت تکنیکی رسانه ها لحاظ تکنیکی رسانه ها زیادتر وسایلشان استیلاک شده این نیاز به تجهیز جدید و یک سیستمی که باید از او مراقبت کنه این مسائل بود مطرح موضوع برق رسانه افغانستان یک موضوع رسانه آزاد یک مشکل کلان رسانه است که گاه باعث حتی سقوط رسانه میشه <applause> اما محصول برق محصول تجارتی است بسیار بالاست از بسیار سابق است در دوره جمهوریت هم ما کش کردیم که تغییر بتیم نشد حال پیشنهاد ای بود که سولر سیستم بسازند که ی نقصا و ای کمبود رفع شوه بله. و حتی یک تعداد رسانه های زیاد ما به دلیل عدم پرداخت سال ها نتانستن تکس فریک... یا فیس فریکونسی خود را بپردازن یا به یک چالش و به مشکل و حتی به مزدود شدن این مسائل این مسائل بود که ما در اوجه بحث کردیم و به این مسائل پرداختیم و توجهی نهادای بین المللی دیگر یا داشت تقریبا بسیار خوب همین تیمی که انتخاب شده بود و گزینش شده بود به هر حال به ذهن خبرنگاران داخلی همچنان بیرونی خطور کرد و هایی هم ایجاد کرد و در عین حال قواه هم سفر شما به فدراسیون جهانی خبرنگاران هم برپا شد ای سوالی است که این تیم با کدام میار خبرنگاران خودش مطرح میکنن سواله که با کدام میار و اساس گزینی شده بودن ببینین ابراهیمی صاحب این کنفرانس کنفرانس اول هم در افغانستان نیست و کنفرانس آخر هم نخواد بود من نمیفهم چرا علیه ما همیشه اعتراض صورت میگره در حال که ما شاهد ازی هستیم که کنفرانس های دایر میشه که اصلا از افغانستان کسی دعوت نمیکنه ده کسی اعتراض نمیکنه که چرا ما ده اوجا حضور نداریم بعد ده ها کنفرانس ده طول می سه سال ده دا بیرون دایر شده بر خبرنگاران دایر شده کسی اعتراض نمیکنه و کنفرانس های هم دایر شده که خبرنگار از اینجا رفته مثلا ده جلسات دوها ده دو جلسه دوها خبرنگار و نهاد و از بخش های مختلف رسانه‌ای رفته بر حال با کدام میار سوالی جست ایجا میاره که اون اونا او 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 داشتن ما کسایی که انتخاب کردیم نه بچه خالیم ماست نه بچه کاکای مس نه از ولایت است و حتی از امی از امی زونه که ما زندگی میکنیم نیست مثلا بله. یک طرف ما آه از بهترینای ما با همه کارمندای رسانه احترام داریم. بله. از رسانه های مختلف اونجا وزور داشتن از تلو بود از آریانا بود از یک بود که گرچه وقتی که نزدیک سفر شد یک چیز اختلاف نظر پیدا شد مگر قبلا مدیر یک بود وقتی که گزینش شده بود و اهمی خبرنگارای بودن که در روی صحنه بودن اگر اگر مدیر بودن و یا بحثی که دوجا ابراهیمی صاحب مطرح می شد باید مثلا یکی از گپایی که در اوجا ما باید ایر پاک میکدیم و کسایی میبود که از این صحبت میکردن این بود که میگفتند در پشت میز ار خبر رسانه یک کس شش تا امر نهی میکنه بله کی باید پاسخ میگفت ای را باید مدیر خبر یا رئیس خبر تلویزیون آریانا یا تلویزیون یک باید پاسخ میگفت که آیا آیا واقعیت داره یا نه ما آزاد کار میکنیم و مطابق به مو اصول خبرنگاری کار خدا داد مثلا می در بحثا سوال داده میشه یا دکته میشه ایرا کی باید بیشترین مناظره را آقای محمدی برگزار میکرد این پاسخ باید او میداد از زبان ازوی پاسخ قناعت بخش بود که باید شنونده یا امین نگرانی هایی که وجود داره ایرا میشنید که به چه نحوه برنامه خود تنظیم میکنه مثلا گفته میشد که سوژه ها داده میشه و گاه مانع بعض سوژه ها صورت در جلسات موانع بوجود ای وجود این ها بودن که باید میکنه مگر چیزی را که من میگم من میگم که اگر کدام میکانیزم بوده برای ازی در گذشته در طول 20 سال یا در سه سال آخر کدام میکانیزم بوده برای انتخاب که من نقص کردیم باز من ما باید محکمه شدم در غیر از او برنامه برنامه گرفته شده آلیام ما بر دوستای خود مثلا یک تعداد برام میگه که باید با خبرنگارا مشوره میکنیم بله. با با چه رقم با کدام میکانیزم مشوره میکردم باور بکنن در یک ولایت ما یک نفر بعد کابل به یک ورکشاپ میخواستیم در یک هفته بین خود جور نمیمدن کی را معرفی کنیم شما را قبول میکدین که شما سرمی پای نفر ما چی میکردیم کل خبرنگارای کابل جمع میکنیم؟ اگر کابل جمع میکردیم ولایت چطور میکردیم اگر ولایت چطور ما اگر آل پیشنهاد نهاد ما است، تاله چقدر میکانیزم برازی نداریم؟ آه یک چیز شده. اروپا یک ذره مثلا چین تاله چند دوره خبرنگارا رفتن. سرزیه چه اعتراض نمیشه که با کدام میکانیزم میرن؟ درست. ترکیه رفتن جای مختلف رفتن بی، ما پیشنهاد میسته که اگر کدام میکانیزم امکان داره که جور شود و داینده ما با مو اساس پیش بریم من از استقبال میکنم و ما خود در آینده تابع از امون بدانم به علت قلت زمان مجبور هستیم که برنامه رو جمع کنیم با عنوان پرسش اخیر پیام شما به خبرنگاران که در حال از اون محترز هستند به عمل کرده که بروی کرده که شما روی تحس گرفتین اما اخر چی است؟ ما اما صحبت خدا بازم تکرار میکنم درست کدام بر برازی وجود نداره بله. این برنامه هر جای همیشه وجود داشته ما کدام کسی را که اهلیتش نداشته باشه نبردیم <applause> و کسی را بردم که اعتماد داشتم که پس بر چون سفر بلد. اروپا و این سفرهای امریکا و اروپا کمی تزمین گرفته میشد تزمین بلد. نبود مگر من باور داشتم که اینا در موقعت هستن که پس میان و پس هم آمدن و برای از دوستایی که اعتراض دارن ما با بالای دیده ما یکی از کسایی هستم که وقتی که ما خبردگاران نقد میکنیم باید نقد پذیران باشیم برای آینده کدام میکانیزم اگه برای ما میتن جور میکنن تنها برای من نه باید برای کلگی باشه که امی میباشه می باشه امی برنامه می باشه روی کدام میکانیزم باید پیش بره ما ازش از پیروی میکنم و مطابق به ما عمل میکنم که دو رضایت همه هم مسلکان ما بسیار تشکر جناب آقای حجت الله مجددی رئیس اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان من ممنون از اینکه به برنامه تشریف آوردید تشکر از شما رئیس روز. از شما بیننده های عزیز هم نهایت سپاسگزاری و قدردانی می کنیم با این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه کاوش امشب تا دیدار دیگر خداوند یار و مددگار همه